در این مستند قصد داریم در مورد دکتر محمد مصدق صحبت کنیم، فردی که میشه گفت در تاریخ معاصر ایران تأثیری پررنگ داشته و از قاجار تا پهلوی دوم مناصب و سمت‌های مختلفی رو تجربه کرده و در چند واقعه مهم تاریخی نام اون با این حوادث گره خورده. محمد مصدق زاده 26 خرداد 1261 در محله سنگلج تهران بود. پدر او از رجال سیاسی دربار ناصرالدین شاه و مادر او نیز از شاهزادگان قاجار محسوب می‌شد. او در 9 سالگی به سفارش پدرش از مستوفیان زیر دست دربار ناصرالدین شاه شد و حقوق دریافت می‌کرد. مصدق در سال‌های بعد به شغل مستوفیگری یا همان مسئول جمع‌آوری مالیات حکومتی در شهرهای مختلف می‌پرداخت و با شکل‌گیری انقلاب مشروطه در سال 1284 از این شغل استعفا داد و مشغول ادامه تحصیل در مدرسه علوم سیاسی شد. مصدق در دوره اول مجلس شورای ملی تلاش کرد نماینده شهر اصفهان بشه، ولی به خاطر اینکه سنش از 30 سال کمتر بود اعتبارنامه‌اش امضا نشد. در سال 1287 تصمیم گرفت برای ادامه تحصیل به فرانسه بره و پس از پایان تحصیلات در رشته علوم مالیه یا همان اقتصاد در مدرسه علوم سیاسی پاریس به سوئیس رفت و موفق شد دکترای رشته حقوق رو از دانشگاه نوشاتل بگیره. مصدق اولین ایرانی بود که مدرک دکترای حقوق گرفت. بعد از دریافت دکترا قصد داشت تابعیت سوئیس را اخذ کنه که به خاطر شرایطی که در جنگ جهانی اول پیش اومده بود قوانین تابعیت سوئیس سخت گیرانه تر شد و مصدق مجبور شد در سال 1293 به ایران برگرده و در مدرسه سیاسی این بار مشغول تدریس بشه. او چند سال بعد استاندار فارس شد و در سال 1299 به خاطر مخالفت با کودتای سید ضیاءالدین طباطبایی از سمتش کنارگیری کرد و مدتی مخفیانه زندگی کرد. مصدق با سقوط دولت سید ضیاء دوباره به سیاست برگشت و در مناصبی چون وزارت مالیه، استانداری آذربایجان و وزارت امور خارجه فعالیت کرد. ریشه اختلاف مصدق با انگلیسی‌ها از همان سال‌ها شکل گرفت. یعنی زمانی که انگلیسی‌ها انتظار داشتند دولت ایران به پلیس جنوب که تحت فرماندهی آنها بود رسمیت ببخشه و هزینه فعالیت آنها را پرداخت کنه، که مصدق در پست استاندار فارس شدیداً با این امر مخالفت کرد. او همینطور با پادشاهی سردار سپه یا همون رضا شاه هم مخالفت کرد و معتقد بود سردار سپه در همون پست نخست وزیری بسیار بیشتر میتونه به کشور خدمت کنه و اگه به پادشاهی برسه ادامه دیکتاتوری شاهانه در ایران رقم میخوره. اما رضا شاه با اینکه مصدق مخالف پادشاه شدنش بود، در آغاز به او پیشنهاد وزارت امور خارجه و بعدتر پیشنهاد نخست وزیری رو داد که مصدق هر دو پیشنهاد رو رد کرد و نپذیرفت. مصدق به دلیل ادامه مخالفتش با رضا شاه خانه نشین شد و تا سال 1319 به اداره املاک خودش در احمد آباد و تولیت بیمارستان نجمیه مشغول شد و از سیاست دوری کرد. اما در پنجم تیر ماه همان سال پس از اینکه متین دفتری که هم داماد و هم خواهرزاده مصدق بود از نخست وزیری برکنار شد، محمد مصدق هم بدون اینکه دلیلی بهش ارائه بشه بازداشت شد و اول چند روزی به زندان موقت تهران و بعد به زندان بیرجند منتقل شد که به گفته خودش در راه و در زندان دوبار دست به خودکشی نافرجام زد. چند ماه بعد از زندان بیرجند به احمدآباد منتقل شد و در خونه خودش تحت نظر قرار گرفت، تا اینکه در شهریور 1320 با اشغال ایران توسط متفقین و خروج رضا شاه از کشور، مثل بقیه زندانیان سیاسی حکم آزادی اون هم صادر شد. اما مصدق تصمیم گرفت در احمدآباد بمونه و همچنان دور از سیاست باشه. دو سال بعد در انتخابات دوره 14 مجلس شورای ملی از مصدق دعوت شد به عنوان نامزد شهر تهران در انتخابات شرکت کنه و با اخذ بیشترین آرا نماینده تهران شد. آغاز شکلگیری مبارزه دکتر مصدق برای ملی کردن صنعت نفت ایران از همین دوره مجلس شروع شد، زمانی که یک طرح دوفوریتی به مجلس برد برای ممنوعیت دولت در اعطای امتیاز نفت به هر کشور و هر شرکتی و این طرح در مجلس تصویب شد. در دوره 15 مجلس او موفق نشد آرای کافی به دست بیاره و با عده‌ای از معترضین به انتخابات به دربار شاه رفت، اما شاه اونها رو نپذیرفت. انتخابات دوره 16 مجلس اما در 21 مهر ماه 1328 با ادعای دخالت و اعمال نفوذ دولت در انتخابات همراه شد و باعث شد این بار مصدق و 19 نفر از کاندیداهای نمایندگی و مدیران جرایت که بعداً سنگ بنای جبهه ملی رو بنا کردند به کاخ مرمر رفته و درخواست تحصن در کاخ رو بکنند، که این بار شاه با اونها موافقت میکنه و در روز دوم تحصن در کاخ با مصدق دیدار و گفتگو میکنه. این گفتگو منجر به عزل صفواری و انتصاب سرلشکر زاهدی به ریاست شهربانی و دستور شاه برای تجدید انتخابات مجلس شد. با از سرگیری دوباره انتخابات، اقلیت جبهه ملی با رهبری دکتر مصدق
مصدق 8 کرسی از 12 کرسی تهران رو به دست میارن. مصدق در رأس فراکسیون جبهه ملی قرار میگیره و کمیسیونی 15 نفره رو برای رسیدگی به موضوع نفت تشکیل میده. در سال 1329 ساعد از نخست وزیری کنارگیری میکنه و علی منصور به این سمت برگزیده میشه. اما چند ماه بعد منصور هم استعفا میده و سپهبد رزمارا رئیس ستاد ارتش نخست وزیر میشه. به این صورت در سال 1329 رویارویی شدید مجلس و دولت بر سر موضوع نفت شکل میگیره. رزمارا طرفدار مصالحه با انگلیس در جریان نفت بود و استدلالش هم این بود که ایران توان فنی در اختیار گرفتن کامل صنعت نفت رو نداره و باید به افزایش سهم ایران به سود 50% از فروش نفت رضایت داد. اما همین باعث شد تا جبهه ملی او رو در جامعه به عنوان یک خائن به منافع ملی ایران معرفی کنه. در بیرون از مجلس هم از دربار گرفته تا اسلامگرایان تندرو ائتلافی ضد رزمارا شکل دادند و دکتر مصدق در مجلس با نطقی همراه با عصبانیت شدید رزمارا را تهدید به مرگ کرد. همین جملات هرچند از روی عصبانیت و بدون نیت انجام این کار از طرف دکتر مصدق باعث شد کسانی مانند آیت الله کاشانی و نواب صفوی رهبر گروه فداییان اسلام که هر دو در اتحاد با جبهه ملی بودند به فکر عملی کردن این صحبت بیفتند و نهایتاً شخصی به نام خلیل طهماسبی رو در روز 16 اسفند 1329 مأمور به ترور سپهبد رزمارا در مسجد شاه تهران کردند. دکتر مصدق بعد از قتل رزمارا در خاطرات خودش میگه قاتل رزمارا هر که بود رفع زحمت از اعلیحضرت کرد. به هر روی بردای کشته شدن رزمارا در روز 17 اسفند 1329 کمیسیون نفت پیشنهاد ملی کردن صنعت نفت رو تصویب و اعلام کرد و قانون اون 10 روز بعد در مجلس شورای ملی و 12 روز بعد در مجلس سنا به تصویب رسید. با امضای قانون ملی شدن صنعت نفت از سمت شاه و رسمیت یافتن اون در سال 1330 حسین علا که بعد از رزمارا نخست وزیر شده بود استعفا داد و با دعوت نمایندگان مجلس مصدق به نخست وزیری رسید. مصدق بلا فاصله پس از نخست وزیری اجرای خلع ید انگلیسی ها از نفت ایران رو در دستور کارش قرار داد و هیئتی رو به ریاست بازرگان و همراهی حسین مکی برای انجام این کار به آبادان فرستاد. اخراج شرکت انگلیسی از ایران باعث شد دولت بریتانیا در شورای امنیت سازمان ملل از دولت ایران شکایت کنه و مصدق برای دفاع به نیویورک رفت و تونست با این ادله که منازعه بین یک شرکت بازرگانی انگلیسی و دولت ایران بوده و نه بین دو دولت ایران و انگلیس، صلاحیت رسیدگی رو از شورای امنیت سلب کنه و پرونده ایران رو در شورای امنیت مختومه کنه. سال بعد دکتر مصدق به دادگاه لاهه رفت و اونجا هم تونست مقابل شکایت شرکت انگلیسی از حق ایران دفاع کنه و پیروز دادگاه بشه. انتخابات 17 مجلس زیر نظر مصدق که حال نخست وزیر بود برگزار شد که البته انتخابات به تشنج کشیده شد و کار به جایی رسید که بعد از انتخاب 80 نماینده مصدق به دلیل دخالت ارتش و دربار مجبور شد دستور توقیف انتخابات حوزه باقی مانده رو صادر کنه. البته برخی مورخان نوشتند که مصدق با پی بردن به اینکه جناح مخالف اکثریت قابل توجه کرسی‌های استانی رو به دست خواهد آورد انتخابات رو متوقف کرد. این اولین بار بود که مصدق در جایگاه نخست وزیر در مجلس و انتخابات دست برد و اعمال نفوذ کرد. مصدق بعد از بازگشت از لاهه تونسته بود از مجلس شورای ملی رأی اعتماد بگیره، اما مجلس سنا ابراز تمایلی به مصدق نمی‌کرد و نتونست آرای سناتورها رو کسب کنه. اما شاه وساطت کرد و به سناتورها دستور داد مخالفت نکنند و سناتورها هم بدون اینکه تشکیل جلسه بدن به مصدق اعلام کردند که اکثریت سنا به او رأی خواهد داد. در تیر ماه سال 1331 مصدق پا رو فراتر گذاشت و از شاه درخواست کرد تا مسئولیت وزارت جنگ رو هم به او واگذار کنه. مصدق قصد داشت تا نفوذ حداکثری بر امرای ارتش داشته باشه و ارتش مستقیما از اون اطاعت کنه. اما شاه در جواب مصدق گفته بود پس بفرمایید که من چمدان خودم رو ببندم و از این مملکت بروم. به هر روی مذاکرات شاه و مصدق بر سر این موضوع به جایی نرسید و مصدق در 25 تیر 31 از مقام خودش استعفا کرد. پس از مصدق مجلس به احمد قوام رأی داد و نخست وزیر شد. اما از همون آغاز با مخالفت سرسختانه فراکسیون جبهه ملی در مجلس 17 روبرو شد که حتی از شاه درخواست انحلال مجلس رو کرد که شاه نپذیرفت. قوام اما با رویکردی که داشت مثل بیانیه جدایی دین از سیاست یا هشدارهایی که درباره ارتجاع سیاه مذهبی میداد باعث شد اکثریت گروه‌های جامعه مثل فداییان اسلام، بازار و اصناف و روحانیونی چون کاشانی، جبهه ملی و حتی حزب توده به مخالفت با او بپردازند. این مخالفت‌ها تا جایی پیش رفت که بازارها به تعطیلی کشیده شد و حتی کاشانی تهدید کرد که اگر قوام بر سر کار بماند حکم جهاد می‌دهد و سرانجام به
گسترش اعتراضات و تظاهرات در سیام تیر سال 31 که به قیام 30 تیر معروف شد و درگیری شهربانی و معترضین و کشته شدن تعدادی از مردم، قوام مجبور به استعفا شد. شاه هم بعد از رأی تمایل دوباره مجلس به مصدق مجبور شد این بار هم با نخست وزیری او و هم دادن اختیار وزارت جنگ به او موافقت کند. ناگفته نمونه که پس از قیام 30 تیر مجلس قوام رو محدور الدم دونست و حکم به مصادره اموالش داد. با گذر از این اتفاقات دکتر مصدق که حالا با پشتیبانی گروه‌های اجتماعی مثل اسلامگرایان و حزب توده و جبهه ملی و مجلس قدرت بی‌نظیری رو به دست آورده بود، در سال 32 شاه رو وادار کرد که اداره امور املاک پهلوی رو به دولت واگذار کنه. مصدق در اون دوران در کار دربار دخالت کامل می‌کرد و حتی هزینه آشپزخانه شاه رو هم تعیین می‌کرد. به تمام افرادی که به دلایل مختلف از حسابداری وجه ماهیانه داده می‌شد، همه رو بدون استثنا حذف کرد و اشخاصی رو در دربار گذاشت تا هر زمان خلاف دستور مصدق عمل شد به اون گزارش بدن. اما رفته رفته مصدق با مجلس منتخب خودش هم به مشکل خورد و لذا از مجلس خواست تا اختیار قانونگذاری رو 6 ماه به خودمون واگذار کنه و بعد از اون 6 ماه اضافی دیگر هم این اختیار رو تمدید کرد که باعث شد بخش بزرگی از حامیان خودش رو از دست بده. اما اقدامات مصدق به همینجا ختم نشد. او که با در دست داشتن دو قوه مجریه و مقننه، با قدرت قانونگذاری، با تصویب لوایحی، قوه قضاییه رو هم تحت تأثیر قرار داد و قضات دیوان عالی کشور و دیگر قضات رو جابجا کرد و رسما قوه قضاییه هم زیر نفوذ مصدق رفت. او حتی دوره اجلاسیه مجلس سنا رو از 4 سال به 2 سال کاهش داد و به این ترتیب مجلس سنا رو به تعطیلی کشوند. در تاریخ 19 تیر ماه 1332 مصدق که حالا هر سه قوه رو در اختیار داشت، اعلام کرد چون در مجلس نسبت به دولت توهین شده، دولت ناچار درباره مجلس رفراندوم کرد و تکلیف خودش رو با مجلس مشخص کنه. 4 روز بعد 50 نفر از نمایندگان فراکسیون جبهه ملی با فشار و توصیه دولت از نمایندگی انصراف دادند و بقیه نمایندگان هم به جز فراکسیون اقلیت استعفا دادند که عملاً مجلس منحل شد. مصدق با وجود مخالفت گسترده اشخاصی مثل کاشانی، بهبهانی و حتی چند تن از یاران قدیمی خودش که حتی در مجلس بر علیه او اعلام جرم کرده بودند، اقدام به اجرای اولین رفراندوم تاریخ سیاسی ایران کرد. این رفراندوم که برای انحلال مجلس انجام می‌شد، در 2 روز مختلف یعنی 12 مرداد در تهران و 19 مرداد در شهرستان‌ها انجام گرفت و برای مخالفان 1 صندوق و برای موافقان 1 صندوق رأی گذاشته بود که این کار غیر معمولی بود. اول اینکه باید در سراسر کشور در 1 روز رأی گیری انجام می‌شد و دوم اینکه در پایگاه‌های انتخاباتی دولت می‌تونست توسط شهربانی کسانی که در صندوق مخالف قصد رأی دادن داشتن رو مورد فشار و ارعاب قرار بده و ترغیب به استفاده از صندوق موافق کنه. بسیاری از اطرافیان مصدق مثل دکتر صدیقی، خلیل ملکی و حتی کریم سنجابی به اون هشدار داده بودند که در صورت انحلال مجلس شاه قانوناً میتونه دولت رو عزل کنه و نخست وزیر جدیدی رو منصوب کنه که مصدق در پاسخ گفته بود شاه جرأت نمیکنه. اگر همچنین کنه ما تمکین نمیکنیم. در این تصمیم مصدق دو گروه، یکی جبهه ملی و دیگری حزب توده، با او همراه بودند. به هر روی در این رفراندوم حدود 2 میلیون ایرانی شرکت کردند و 99.9% از شرکت کنندگان به انحلال مجلس و ابقای دولت رأی مثبت دادند و مصدق رسما اعلام انحلال مجلس رو در رادیو اعلام کرد و از شاه خواست تا این رفراندوم رو تایید و امضا کنه که شاه رفراندوم رو رد کرد و نپذیرفت و فرمان عزل مصدق رو صادر کرد. در شب 23 مرداد ماه سال 1332 شاه طی 2 حکم جداگانه عزل مصدق و دستگیری او و نصب تیمسار زاهدی به نخست وزیری رو امضا میکنه و به وسیله رئیس گارد شاهنشاهی یعنی سرهنگ نصیری نامه رو به مقر نخست وزیری یا همون منزل دکتر مصدق میفرسته که باعث میشه مصدق مقاومت کنه و سرهنگ نصیری و افراد همراهش توسط گارد نخست وزیری خلع سلاح و دستگیر بشن. اتفاقات و وقایع 23 تا 28 مرداد که بسیار مهم و تاثیرگذار در تاریخ سیاسی ایران بودن رو مفصلا طی مستند بعدی خدمتتون شرح خواهم داد، اما در ادامه مختصرا توضیح میدم. به هر روی فردای آن روز مصدق در بیانیه‌ای از کشف خونساسازی یک کودتا علیه دولت خبر میده، ولی هیچ اشاره‌ای به ماجرای فرمان شاه نمیکنه. فردای اون روز شاه از نوشهر به سمت بغداد پرواز میکنه و کشور رو ترک میکنه. وقتی این خبر در کشور میپیچه، حزب توده با فعالیت گسترده و ایجاد آشوب و تظاهرات باعث تشنج در جامعه میشه و در 26 مرداد ماه همراه با جبهه ملی میتینگ‌های پرشوری رو ضد شاه برگزار میکنه. این فعالیت‌ها به قدری تند میشه که دکتر فاطمی وزیر امور خارجه در سرمقاله باختر امروز
روز شاه رو متهم به خیانت میکنه. در این روز مجسمه شاه و رضا شاه توسط حزب توده و جبهه ملی از میدونهای شهر به زیر کشیده میشن و فعالیت‌های گسترده حزب توده باعث میشه که مصدق احساس کنه کنترل داره از دستش خارج میشه و به شهربانی دستور میده با هر گونه تظاهرات علیه دولت یا شاه مقابله کنه. سفیر آمریکا هم که در اون روز به تهران برگشته بود به مصدق التیماتوم میده که اگر با حزب توده ائتلاف کنه آمریکا دولت مصدق رو به رسمیت نخواهد شناخت و مصدق به اون اطمینان میده که کنترل اوضاع رو در دست داره و اجازه اعمال نفوذ به حزب توده رو نمیده. به موازات این اتفاقات آمریکا و انگلیس هم که از فعالیت گسترده حزب توده و گسترش کمونیسم در ایران به وحشت افتادن تصمیم میگیرن با هزینه کرد زیاد و متحد کردن مخالفان دولت و بخشی از ارتش با سازماندهی CIA و MI6 در ایران دست به کودتا علیه دولت بزنن تا از قدرت گرفتن حزب توده و گسترش قدرت مصدق در ایران جلوگیری کنه. در آخر در تاریخ 28 مرداد 1332 موفق میشن مقر نخست وزیری که همون خونه دکتر مصدق بوده رو محاصره کنه. تیمسار زاهدی که رهبر نظامیان کودتایی ضد مصدق بود برای مقابله با گارد حفاظت نخست وزیری دستور میده خونه دکتر مصدق رو با تانکایی که در اونجا مستقر بودن به توپ ببندن که در نتیجه این اقدام خونه ویران میشه و گارد حفاظت هم تسلیم میشه. اما دکتر مصدق موفق شده بود لحظاتی قبل از حمله از پشت بام منزل کناری فرار کنه تا به دست کودتاچیان نیفته. با این اتفاق تیمسار زاهدی موفق میشه قدرت خودش رو تثبیت کنه و نخست وزیری رو در دست بگیره. فردای اون روز یعنی 29 مرداد دکتر مصدق و بیشتر یارانش خودشون رو به شهربانی تسلیم میکنن. شاه هم که از بغداد به روم در ایتالیا رفته بود بعد از سقوط دولت دکتر مصدق از طرف کاشانی و بهبهانی تلگراف تبریک و درخواست بازگشت به ایران دریافت میکنه و حتی بعد از بازگشت شاه به ایران اشخاصی مانند کاشانی و نواب صفوی سقوط دولت مصدق رو به شاه تبریک گفتند. دکتر محمد مصدق بعد از کودتای 28 مرداد در دادگاه نظامی محاکمه شد و با توجه به اینکه از اتهاماتی چون تلاش برای برهم زدن اساس سلطنت و کودتا علیه قانون اساسی تبرئه شد ولی به اتهام تمرد از فرمان پادشاه به 3 سال حبس انفرادی محکوم شد. مصدق در دفاع از خودش بیان کرد که چون فرمان پادشاه را در نیمه شب و توسط یک دسته مسلح آورده بودند من گمان کردم فرمان جعلی بوده و تمکین نکردم و به همین دلیل تمرد از فرمان پادشاه نکردم و در ادامه گفت اگرچه بنابر روح قانون اساسی مشروطه پادشاه حق عزل و نصب وزیران را ندارد ولی اگر در روز و در ساعات اداری فرمان را می‌آوردند آن را می‌پذیرفتم. من با توجه به دستخط و احتمال سفید مهر امضا بودن برگه احتمال دادم فرمان جعلی باشد. برای همین شخصی که نامه را آورده بود دستگیر کردم تا صبح روز بعد از شاه اصل ماجرا را جویا بشم که با خروج شاه از کشور فرصت این کار را پیدا نکردم. مصدق چه در دادگاه چه در کتاب خاطراتش با استناد به قسم قرآن تاکید کرد که هیچ وقت تلاشی برای سرنگونی سلطنت و برپایی جمهوری نکرد و همیشه اعتقادش ایجاد یک پادشاهی مشروطه که در اون شاه سلطنت کنه و نه حکومت بوده. به هر روی مصدق بعد از گذروندن محکومیت خودش به ملک خود در احمد آباد رفت و تا پایان عمر زیر نظر و حفاظت شدید دولت بود تا اینکه سرانجام در 14 اسفند 1345 در بیمارستان نجمیه تهران بر اثر سرطان در سن 87 سالگی از دنیا رفت. او وصیت کرده بود که در کنار کشته شدگان قیام سیه تیر در ابن باویه دفن بشه ولی شاه با این کار مخالفت کرد و او را در یکی از اتاقهای خانه‌اش در قلعه احمد آباد به خاک سپردند. دکتر محمد مصدق یکی از تاثیرگذارترین افراد تاریخ سیاسی ایران بود که چه در زمان حیات و چه بعد از درگذشتش همچنان در روند حوادث و جنبش‌های مختلف سیاسی کشور تأثیر بسزایی گذاشت.